وطندارای عزیز، سلامتی خداوند، سرور سلامتی عیسی مسیح کت تمامی شما باشه. در هر جایی که هستین خدا شما را دوست داره و خداوند شکر میکنیم که او یک روز نو، یک روز جدید، بله یک هفته نو برای ما داده تا که به حضور خداوند آمده خداوند تمجید بگوییم و شکرگزار باشیم، چرا که او رحمتش بر ما واقعا هر صبح هر روز تازه است. وفاداری خداوند عظیم است. او خدای مقدس، خدایی که میخواهد همیشه خوبی ما انسان ها را، او میخواهد که ما به او برگردیم، او میخواهد که ما با او بیایم، پیشش بیایم و بگوییم ای پدر، ای خداوند، ای خالق ما. او میخواهد که دستگیر ما باشه و او میخواهد که ما دست خود بلند بکنیم، دراز بکنیم و دست او را بگیریم. چقدر خدا را شکر میکنیم برای محبت های بسیار زیاد خداوند ما. واقعا او خدای بسیار مهربان است. واقعا تمامی اقوام، تمامی ملت ها باید خداوند شکر گذار باشند. باید تمامی کائنات، بله هر چیزی که هست، اما قسمی که در زبور 150 ما میخوانیم که بگذار هر چه که نفس حیات داره خداوند حمد بگوید. ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. بر یک قوم، یک ملت، یک مردم، نه، ای تمامی روی زمین خداوند را چی؟ آواز شادمانی دهید. زبور 100. خداوند را با خوشی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. بدانید که خداوند، بدانید که یهوه خدا هست. او ما را آفرید و ما متعلق به او هستیم. ما قوم برگزیده او و رمه چراگاه او می باشیم. به دروازه های او با شکرگزاری بیایید و به عبادتگاه او با ستایش او را حمد کنید و نام او را متبارک خوانید، زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی است و وفاداری خداوند جاودان است. جاودان است. کسانی که به او ایمان میارن، کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، او کسره، او شخصه. کلام خدا در اینجا چی میگه؟ قوم برگزیده خداوند، مرد و یا زنی که خداوند او را برکت نجات خود داده، او برگزیده میباشه. و ما کسانی که متعلق به عیسی مسیح هستیم رمه چراگاه او می باشیم. پس چقدر ما خداوند شکر گذار باشیم. خدا را شکر می کنم وطندارای بسیار عزیز ما. ما یک سفر بسیار خوب به کانادا داشتم. واقعا یک سفری که ما خودم شخصا بسیار یاد گرفتم از وطندارای دیگه ما، از مؤمنین دیگه، از کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودن. کسی از آفریقا، کسی از افغانستان، کسی از ایران، کسی از آلمان، یک جا دور هم شده بودیم و خداوند تمجید می گفتیم و تمامی ما قلب خود باز می کردیم به همدیگر و در مورد ملکوت عیسی مسیح صحبت می کردیم و در مورد از این که چطور ما از زندگی خود چیزهای خوبه به مردم که در دنیا هستن، مردمی که به عیسی مسیح ایمان ندارن بتیم. چقدر لازم است که ما هرچندی که مشکلات، مصائب و هر چیز بالای ما می آید، ما او را تحمیل کرده، بله بالای خود حمل کنیم، بالای خود ای باره ورداریم. با وجود از این ما سبوکی بسیار زیاده، سبوکی که
عیسی مسیح ازش صحبت میکنه. اما قسمی که خداوند ما در موردش میگه در انجیل مقدس متا، وقتی که او مردم به طرف خود میخوانه، وقتی که او میگه که بیاین پیش ما ای تمامی کسایی که زیر بار گرنگ هستین، او از یک سبکی بسیار خوب صحبت میکنه. میگه ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. عیسی مسیح آرامش برای ما میته، آرامش برای ما میته، بار گرنگ سر ما نمیندازه، گرانباری را از سر ما بالا میکنه، دور میندازه. و عیسی مسیح میگه یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است. سبک است، اینمی سبکی، اینمی سبکی، بار سبک، بار کسای دیگر را سبک کردن. درست است که ما در دنیای زندگی میکنیم که هر کدام ما مشکلات خود داریم، هر کدام ما مسائل خود داریم، هر کدام ما زیر بارها هستیم، و اما باز هم کسانی که شاگردان عیسی مسیح هستند، کسانی که در مسیح هستند، خداوند برای ازوا یک قدرت عالی را میته، و این قدرت از روح عیسی مسیح جاری میشه که در قلب هر یکی که در مسیح هست جاری هست. و خداوند اینمی روح خود که برای ما داده، ما میتونیم، هرچند که با پول نه، با بعضی چیزهای دیگه شاید ما نتونیم کمک، و اما با دعاهای خود، با محبت خود، با این که ما کتکس خوش خلقی کنیم، اخلاق خوب داشته باشیم، تمیز خوب داشته باشیم، محبت داشته باشیم، نه این محبتی که ما بگیم ما تو را دوست دارم، بلکه محبتی که از عمق قلب ما میبراید، واقعا ما او بار سنگین در او شخص میبینیم و ما خود هم متوجه میشیم که واقعا ما آله باردار سنگینی و یا زیر مشکل هستیم که یک برادر ما، یک خواهر ما، یک عزیز ما زیر از او هست، در غم از او شخص ما میتونیم که شریک باشیم. خداوند اینمی قسم یک روح را برای ما میده. همسایه خود را دوست بدار مثل خود، اینمی معنا را میده. واقعا در دنیا مشکلات بسیار زیاد است، و ما عیسی مسیح کسی است که برای ما قدرت میده، قدرت روح مقدس خود میده، که ما با قدرت عیسی مسیح هر چندی که مشکلات بالای ما هست، ما بتانیم گامزن باشیم در این دنیا، بتانیم از پشت عیسی مسیح هر روز راه رویم. شیطان مغلوب چون با عیسی راه روم، بر نامش جلال باد چون با وی هم می روم، هللویا با خداوند راه روم، هر روزه با خداوند راه روم. هرچند که مشکلات هست، و اما وقتی که ما با خداوند راه میریم، هرچند که سنگینی مشکلاتی از این دنیا هست، باز هم عیسی مسیح بارهای ما را میوردار. مثل چی؟ مثل کسی که صاحب جوب پای، چهار تا جوب پای میدید، یعنی چهار پای در کنار بحر در ریگ میدید، و اما بعضی وقتا در بعضی حسایش تنها دو پای میدید، و در دل شک آمد، گفت خدایا آیا تو مرا ترک گفتی در این وقت؟ خداوند برش گفت نه بچیم، وقتی که تو دو تا پاره میبینی در اوجه، متوجه باش که ما تو را بالای شانه خود ورداشتیم، و او جوب پا از ما هست، او چاپ پا از ما هست. خداوند واقعا بارهای ما را میورداره. خدا را شکر میکنیم در این سفر، اینمی قسم برکات بسیار زیاده ما شخصا دیدم. تا
تمامی ما از بارهای خود صحبت کردیم، تمامی ما از مشکلات خود صحبت کردیم، و اما نکته جالب ایست که تمامی ما به خداوند روی آوردیم و تمامی ما دست در دست دعا کردیم بر یک دیگر، تمامی ما گریستیم، تمامی ما خندیدیم. یک فامیل بسیار مقبول در اوج ما، فامیل آسمانی را بر روی زمین دیدیم. در راه خود خدا را شکر میکنیم از اینکه سفر میکردم. ما به نصف راه شب به جای یک هتل در خانه یک برادر و یک خواهر بسیار عزیز ما در منطقه نیویورک کتشان بودم، و خدا را شکر میکنیم کت برکات را که در اوجا ما دیدم، برکات بسیار زیاده از این خانواده بسیار عزیز دیدم. کتشان غذا خوردیم، در کلیسیایشان رفتیم، یک برادر کرد هم در اوجا ملاقات کردیم که از ایران بودن و به عیسی مسیح ایمان آوردن، و خدا را شکر میکنیم برای محبت تمامی برادرها و خواهرای ما که در روی دنیا هستن. بسیار جالب است خداوند تعداد مسیحیای افغان اینقدر زیاد کرده که آلی وقتی از یک شهر به شهر دیگر سفر میکنیم، در نیم راه میتونیم که در خانه یک دیگر بدو باش کنیم، بریم ملاقات بکنیم و در دعا باشیم، در یک محفل باشیم، بله در یک دیگر را با آغوش بگیریم و ببوسیم و گریه کنیم و خنده کنیم. خداوند مردم ما را برکت داده میره، هر روز، هر روز افغان ها را برکت داده میره، هر روز ایرانی ها را برکت داده میره. تلفن میگیریم از داخل افغانستان، از جایایی که حتی باور نکنی، باور هیچ نکنی، از ده زنگی، از بادغیس، از غور، از غزنی، از لوگر، از مزار، از میمنه تلفن میگیریم، کتشان صحبت میکنیم، میگن ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم. خدا را شکر میکنیم به خاطر تمامی مهربانی هایی که خداوند واقعا در این روزهای آخر آورده بر ما. خداوند افغانستان را تغییر داده میره، خداوند مؤمنین خود را زیاد کرده میره. خدا را بسیار شکر است، خدا را بسیار شکر است، و ما دعا میکنیم که خداوند تمامی ما را برکت بده و کمک کنه وقتی که ما امروز کلام مقدس شه میشنیم. دعا میکنیم که خداوند خادم خود را برکت بده وقتی که برادر عزیز ما شعیب از کلام خدا بر ما بخش میکنن. ما دعا میکنیم که وطندارای ما وقتی کلام خدا را میشنون برکت بیافن. به نام مقدس خداوند عزیز ما عیسی مسیح، آمین. خدا را شکر میگیم. بعضی پرابلم های تکنیکی البته امروز داریم، و اما باز هم شکر میکنیم بسیار چیزهای خوبی دیگر هم ما داریم که میتونیم حل بکنیم. برادر عزیز ما آمده که کمپیوتر ایجا وصل کنه تا که بتانیم مستقیما کت شما صحبت بکنیم، و بعضی چیزها را که از فیسبوک هست و بعض چیزهای دیگر که ما میخواییم معرفی کنم، ایرا هم برتان بتانیم واضح بکنیم. و اما میریم سراغ برادر عزیز ما شعیب جان که از طریق سکایپ کت ما هستن و امروز از کلام مقدس خدا برای ما بخش میکنن. برادر عزیز ما شعیب جان، مانده نباشی وطندار. سلام حسین جان، سلام همچنان به تمام کارکنان برنامه شما و همچنان به تمام افغانهای ما، وطندارای ما و تمام کسایی که برنامه شما رو میبینن تقدیم است. امیدوار هستم که همشان خوش و سرحال باشن. آمین آمین برادر عزیز ما، خدا را شکر میگیم، خدا را شکر میگونیم برای خدمت شما و برای محبت که شما برای وطندارای عزیز ما دارین، برای چهره ایتان که من میبینم و شادمان میشم. وطندارای عزیزم حتما برنامه برادر عزیز ما شعیب جان هم همیشه برین و ببینین در مورد خانواده، در مورد بسیار مسائل خوب خانوادگی، مسائل بسیار خوبه که در مسیحیت یک مسیحی چطور باید زندگی کنه، و همچنین از انجیل مقدس شما میتونین بشنوین. آدرس وبسایتشان هست زندگی.tv www
www.zindagi.tv برنامه های برادر عزیز ما از طریق کانال 107 پارس پخش میشه و شما ما کاملا ایمان دارم که هر برنامه ایش که شما ببینین شما لطف میبرین و برکت میگیرین از برادر ما و از خواهر ما مریم جان که بسیار با زحمات زیاد با دعاهای زیاد این برنامه ها را تهیه میکنن برای شما وطندارای عزیز ما. و اما خدا را شکر میکنیم که باز هم با وجود از اینکه برادر ما برنامه های خود شروع کردن خدا را شکر میکنیم یک و نیم سال میشه و اما ماهی یک بار ایجا میاین و ما را هم برکت میتن از طریق از این کانال و از طریق از این برنامه. برادر عزیزم باز هم خوش آمدین و خداوند در قلب شما امروز چی گذاشته لطف کنین و وطندارای ما منتظر هستن، ما هم منتظر هستیم. تشکر حسین جان از مهربانیتان و لطفتان و ای که همیشه تشویق میکنین ما را و ای که تشکر از پروگرامتان برنامهتان که انجیل خداوند بر مردم ما پخش میکنه و از طریق کلام خداوند درس های خوب را هر هفته و همیشه به افغان های ما و همه فارسی زبان ها در هر نقطه جهان که هستن شما میتین. تشکر از شما و برکت بر شما میخواهیم و بر فامیلتان. آمین آمین. بسیار تشکر برادر عزیز، بسیار تشکر. شما تماما از لطف شماست و از محبت شماست. شایب جان به اجازه تان پیش از اینکه شما از کلام خدا بخش بکنین همین یک تلفن از رای دور آمده میره میگیریم، لطفا گوش بگیرین. فکر میکنم من اشتباه گرفتم از رقیه جان تلفنشان آمده از خواهر رقیه خسته نباشین، روی خط هستین. سلام برادر عزیزم، خوب هستین شما؟ خدا را شکر میکنم، خدا را شکر میکنم. شما خوب هستین خواهر عزیزم؟ مرسی، خیلی ممنون. خیلی برنامه‌تون رو دوست دارم، امیدوارم که برکت مسیح براتون باشه همیشه، برای همه عزیزم، چه اونایی که ایمان دارن چه همه اونایی که ایمان هنوز ندارن اما تو برکت و اراده مسیح دارن برنامه‌تون رو نگاه میکنن. خدا را شکر، خدا را شکر خواهر عزیزم. مرسی. من رقیه هستم، از ایرانیم، از سوئد زنگ میزنم. همونجور که مسیح گفته ما شاهداش هستیم، میخوام که شهادتمو بگم براتون. خواهش میکنم لطف کنین گواهیتان بگوین که وطندارای ما بشنون. خواهش میکنم بفرمایین. فقط خواهر عزیز ما لطف کنین یک از پنج دقیقه بیشتر نگیرین و اگر شما میخواستین در برنامه های آینده ما حتما شما رو دعوت میکنیم مفصل بگوین گواهیتان و ما میخواییم کلام خدا رو هم بشنویم، لطف کنین. باشه چشم. من پسرم دچار مشکل مادرزادی بود، ریه سمت چپش مشکل داشت، نمیتونست نفس بکشه. بله. بعد من با یه خانم مسیحی آشنا شدم، به من گفتش که عیسی شفا دهنده همه بیمارانه و اون به خاطر گناهان ما رفته روی صلیب. من فکر میکردم که چون بچم مریضه به خاطر گناه منه، تنبیه گناه منه. ولی بعد از اینکه با این خواهر عزیزم رفتیم کلیسا، دعا کردیم، کتاب مقدس رو خوندم و درای قلبم رو برای مسیح باز کردم، بعد از 6 ماه پسر من شفا پیدا کرده. خدا را شکر. هللویا. 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 الان پسر من سالمه، برای کلیسا خدمت میکنه و از همه عزیزان میخوام که درهای قلبشون رو به روی مسیح باز کنن. هللویا. اجازه بدن که مسیح برای زندگیشون پادشاهی کنه. آمین. بهترین چیزها رو مسیح برای ما میخواد. آمین. یعنی اگر ما اجازه بدیم نجات ابدی، نجات این دنیا همش رو از مسیح میگیریم. هللویا. فقط باید بذاریم قلبمون رو براش باز کنیم. هللویا. چقدر خوب گفتین خواهر عزیز ما. واقعا عیسی مسیح خداوند ما میخواهد که ما هر باری که داریم تسلیم او بکنیم، چون که او میتونه به خوبی تمامی مشکلات ما را حتی بیشتر از اینکه خود ما پی ببریم او میتونه که پی ببره. چی ناجوری باشه، چی مشکلات باشه، هر چیزه او مشکل کشای ماست. خواهر عزیز ما بسیار تشکر از این گواهی بسیار شیرینتان خواهر عزیزم.
این شهادت منه برای مسیحی شدنم، ولی من هر روز شهادت دارم، هر روز مسیح برای زندگی من معجزه میکنه. هللویا. از همه عزیزان میخوام که دل سرد نشن. بله. توی مکاشفه کتاب آخر انجیل باب 3 آیه 10 میگه هیچ وقت دل سرد نشین، صبر و ایمانتون رو تو عمل نشون بدین. آمین. صبور باشین، محبت کنین، معجزات مسیح رو میبینین تو زندگیتون. آمین. 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 خدا را شکر میکنیم رقیه جان، خواهش میکنیم که باز هم در این برنامه بیاین و گواهی هایتان، شهادتتان بگوین و خدا را شکر میکنیم. خواهر عزیز ما در پناه خداوند باشین. خواهر من خدا رو برای برنامهتون میخوام، دستتون در نکنه. تشکر خدا، تشکر خواهر من، خداوند پشت و پناهتان باشه. خدا را شکر. شعیب جان بفرمایید برادر عزیز من. بله، خدا را شکر میکنیم از گواهی از خواهر ما. واقعا عیسی مسیح شفا دهنده است و او پلان های خوب بر زندگی همه مردم دنیا داره. دوستا، امروز وقتی که امت خواهر ما هم گفتن، وقتی که ما میبینیم وضعیت ایماندارا را در کشور خود، کشور ما افغانستان، یا امی کشورهای فارسی زبان ایران و یا تاجکستان و همه فارسی زبان در هر نقطه ای هستن، ما میبینیم که بسیاری از ایماندارا و قدر زیاد پول و پیسه ندارن. بله. یا ای که بسیار زیاد شان و شوکت یا تا خانه ندارن، در بسیار وضعیت مشکل قرار دارن، اما خداوند اونا رو هم برکت میده. و از طرف دیگه ما میبینیم که بسیار مردم کوشش میکنن که هر روز پولدارتر شون، هر روز کوشش میکنن که یک چیز نبره به وجود بیاره. امروز مثلا در کابل امروز تعمیرای که بلند آباد میشه و میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار قیمت داره و به نام افراد یاد میشه، مثلا تعمیر فلانی خان، تعمیر جنرال صاحب، تعمیر قماندان صاحب، یا اینا هر روز کوشش میکنن چیزهای زیاد را، پول زیاد پیدا کنن، زمین زیاد پیدا کنن. مثلا یکی از قماندان ها چند هفته پیش دولت افغانستان گفت که اینقدر زمین مردم را گرفته، یعنی همی حریص بودن. و ای که ما میخوایم همیشه بیشتر داشته باشیم، چیزی که زیادتر داشته از مردم دیگر بگیریم. و از طرف دیگه هم یک تعداد مردم دیگه ما، غریب ها و فقیر ها یا بیوه ها و کسایی که چیز ندارن و غریب تر شده میرن و حتی هر روز نان خود ندارن، آب درست ندارن و همیشه دعایشان این است که خداوند امروز نانشانه برسانه. ما خواستم امروز با دوستای ما، با بیننده های ما، یک بار دیگه از کلام خداوند بخوانیم در این مورد که کلام خداوند در مورد وضعیت فعلی ما از هر کدام ما چی میگه. حسین جان، میشه شما از انجیل لوقا فصل 16 آیه های 19 تا 31 بخوانین؟ حتما برادر عزیز من، حتما. ما از فصل 16 هم انجیل لوقا از آیت 19 گفتین، از آیت 19 تا 31. بله؟ بله. ای در مورد توانگر و الیازر است که نوشته است مرد ثروتمندی بود که همیشه لباس ارغوانی و از کتان نازک می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در پیش در خانه او گدای زخم آلود به نام الیازر خوابیده بود که آرزو داشت با پسمانده های دسترخوان آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگها می آمدند و زخمهای او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود به بالا دید و از دور ابراهیم را با الیازر که در کنار او بود دید، فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن، الیازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب بزند و زبان مرا تر کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقت زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب الیازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی، اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیق میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند و آن بگذرد و کسی هم نمی تواند
از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس می کنم الیعازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنها را با خبر کند، مبادا آنها هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در جواب فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد. چقدر جای تأسف است واقعا این آیاتی که میخوانیم برادر عزیزم. بله، تشکر حسین جان. بله دوستا، وقتی که ما ایره آیات خواندم چندین بار خواندم، واقعا به حالتی که این کلام خداست که 2000 سال پیش نوشته شده، اما ما که دیدم مقایسه کردم، امی حالت امروز بسیاری از مردم ما به امی حالت میخوانه. بسیار امروز در کشورهای ما ثروتمند هستند، ثروت همه چیز دارند در امی دنیا، ولی به فکر غریبان نیستن و هیچ در فکر آینده هم نیستن که بعد از این که اینا مردن چی میشه. در اینجا ما شما خواندیم که از حضرت ابراهیم نام برده شد. بله، حضرت ابراهیم پدر همه ایماندارا است، پدر ایماندارا است که کسایی که به خداوند ایمان دارن و او همیشه با ایمان به خدا مورد قبول خداوند قرار گرفت، نه به اساس اعمالش. دوستای عزیز، رهبرای مذهبی در وقت عیسی مسیح اونا به این عقیده بودن که شما به اساس اعمالتان یا به اساس ظاهرتان میتونستین که پیش خداوند قبول شوین یا مورد قبول خداوند قرار بگیرین، یا اینکه اونا به این عقیده بودن که هر قدر شما پول زیادتر داشته باشین، این به این معنی است که اما قدر از جانب خداوند برکت دارین. این نظر رهبران مذهبی در اون وقت بود. امروز هم بسیاری از رهبرای مذهبی در کشورهای ما هم به این عقیده هستند که وقتی میبینن یک کسی پول بیشتر داره، اونا فکر میکنن خداوند او را برکت بیشتر داده، اونا فکر میکنن که او مورد احترام بیشتر باید باشه. اما ما کلام خدا رو دیدیم که طور نیست. دوستا، ظاهر ما یعنی ببینین، این مرد سوتمن همیشه یک کالای بسیار خوب میپوشید، ارغوانی و اسکتان نازک میپوشید، یعنی بسیار آدم پولداری بود که ظاهرش بسیار خوشایند بود یا مقبول بود، اما ای به عذاب ابدی گرفتار شد و همیشه خوشگذرانی میکرد. یعنی که خوشگذرانی به این معنی که هیچ وقت به فکر دیگران نبود، پولدار بود اما به فکر غریبا نبود، کسایی که خانه از او را میزدن و ازش نان تقاضا میکردن به فکر از او نبود. امروز هم بسیاری از هموطنان ما پول دارن، همه چیز دارن، ولی کن به فکر غریبان نیستن، فقط به فکر عزیزن چقدر بتانن یک خانه دیگر را پیدا کنن، یک زمین دیگر بخرن یا یک پول بیشتر پیدا کنن، و هیچ وقت به فکر از این نیستن که اونا توبه کنن. اینجا عیسی مسیح میخواهد که از طریق کلام خداوند به ما و شما در مورد فریبکاری و حریص بودن بگوید. حتما هیچ کس دوستا اتون نیست که به خودی خود او یک شو تر شو او سبا یک پول پیدا کنن، نه، حتما بسیاری کسایی که پول میکنن بخصوص در کشورهای ما چی میکنن؟ اونا مردم دیگر فریب میتن، فریب کاری میکنن، یا یکی که حریص هستن، همه چیز بر خود میخواین و فکر دیگران نیستن. و از طرف دیگه ما دیدیم این غریب را که در دان خانه از مرد ثروتمند آمده بود و حتی او مریض بود، حتی اینجا میگن که سگها زخمهای از او رو میلیستن، به این معنی که پیش رهبرای مذهبی این آدم آدمی بود که میگفتن که یتمن کدام گناه کرده که به این حالت دچار شده. بله. و چرا اینطور خداوند ای را جزا میده؟ هیچ کس با این غریب نمیخواست که حتی نان برش بده و هیچ کس نمیخواست با این تماس داشته باشه، رهبرای مذهبی هم نمیخواست و آدم پولدار هم نمیخواست. اما این هر دوی از اینا میمرن، هر دوی از اینا میمرن و کسی که ثروتمند است، ما میخوانیم که کسی که ثروتمند بود ای چون توبه نکرده بود ای به آتش دوزخ میره. و او کسی که غریب بود، گرچه در این دنیا هیچ چیز نداشت، دوستا ما دیدیم که مریض بود و غریب بود، هیچ چیز نداشت، اما وقتی که مرد او را فرشته ها به نزد حضرت ابراهیم بردن و او با حضرت ابراهیم یک جای زندگی میکرد. و در اینجا ما همچنان خواندیم که ای کسی که ثروتمند بود ایام میمر و میبینه که چطور ای غریب با حضرت ابراهیم یک جای است و زنده است،
بر از او میگه که چطور آیا خوب میشه اینجا ما خانم که گفت پس ای پدر التماس میکنم الازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنها را با خبر کند مبادا آنها هم به این محل عذاب بیایند. در اینجا ببینید این کسی که خودش در عذاب است ای چی میخواه؟ ای به فکر برادرای خود و فامیل پدر خود است. ما هم دوستا همیشه ما به فکر دیگرا هستیم بسیار وقتا، ولی چاره چی است؟ چاره چی است؟ در اینجا به جوابش حضرت ابراهیم میگه آنها موسی و انبیا را دارند به سخنان ایشان گوش بدهند. بله. ببینید دوستا اینجا حضرت ابراهیم همه ما را، امروز همه مردم ما را به چی اینجا میگه؟ میگه به سخنان انبیا، یعنی به می کلام خدا، چیزی را که ما داریم. یعنی ما همیشه در این کلام خدا گفته شده که ما باید توبه کنیم، در این کلام خدا گفته شده که کسی میآید، یعنی وقتی که عیسی مسیح در این از طریق خزینجه از طریق ابراهیم میگه که به کلام خدا و انبیا و موسی، یعنی که کلام خدا حضرت موسی و دیگه پیامبرا پیش بینی میکنن که یک کسی میآید، عیسی مسیح میآید. پیش بینی عیسی مسیح کسی میآید که تمام انسان ها را، چی معتبر، چی ثروتمند، چی غریب، اونا را نجات بده. بله. اما در اینجا چی بسیار مهم است؟ مهم در این است که ما انتخاب کنیم. بله. دوستا بسیار مهم است که کلام خدا بر ما میگه، اما کلام خدا وقت دوستا ارزشش در زندگی ما معلوم میشه که ما به او ایمان بیاریم. ایمان بیاریم. همینجا است که وقت میگه که نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان ببرند توبه خواهند کرد. ببینید دوستا همیشه ما، همه مردم ما همیشه ما منتظر یک معجزه هستیم، منتظر یک معجزه هستیم که میگیم که اما تو که 2000 سال پیش مردم منتظر معجزه بودن، اما تو امروز هم ما عین امو انسان هستیم، ما منتظر معجزه هستیم که میگیم یک کسی از او دنیا بیایه، از دنیای مرده ها بیایه و با ما بگه که اونجا چی خبر است. یعنی همیشه ما به این فکر، به این فکر هستیم که یک معجزه کنیم، ولی پرابلم یا مشکل معجزه دایی است که وقتی یک معجزه را ببینیم ما معجزه دیگه میخواهیم. بله. ما فکر میکنم امی که امروز ما و حسین جان امروز زنده هستیم، ما و شما دوستامی که امروز زنده هستیم، نفس میکشیم، یک چیز داریم، نان داریم بخوریم، امی خودش معجزه است. خودش معجزه است. بله. خودش. بله. و وقتی که یک کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، کلام خدا بسیار واضح میگه، عیسی مسیح خودش میگه، میگه که خوشا به حال کسی که ندیده و ایمان آورده، و این ایمان آوردن به عیسی مسیح خودش یک معجزه بسیار عالی است. شایب جان، برادر عزیزم، با اجازه تان بیشتر میخوایم از شما بشنویم، و اما وطندارای ما همچنین پشت تلفن هستن، یک چند تلفن جواب بدیم. بله. با اجازه تان. بله بله. تلفنی اول میگیریم از محمد جان از ایران زنگ زدن. محمد جان خسته نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. هلو، بفرمایین، روی خط هستین. سلام برادر حسین. سلام. سلام صاحب، چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ حال شما خوبه؟ بسیار تشکر. لطف سلام کردیم. دارم خدمت مهمان خوبتان، سلام دارم خدمت بینندگان و کارکنان این کانال. درود خدا بر شما باد. بر شما هم برادر عزیزم، بسیار لطف کردین، تشکر. من واقعا عاشق خداوندم، عیسی مسیح هستم. خدا را شکر. برکات زیادی میگیریم از این کلام خدا، از شما وقتی میشنویم خیلی برکت میگیریم. درود خدا بر شما. خواستم در مورد این که مسلمان عزیز اگر میخوان از طریق مذهب به خدا برسن، من تجربه کردم هیچ موقع میتونن به خدا برسن، فقط از طریق عیسی مسیح خداوند میتوانید به خدا نزدیک بشید. یعنی اگر آن هم روح مسیح در شخص باشد، از روح مسیح. یعنی من تجربه کردم برادر حسین، خیلی از اینا تجربه کردم. واقعا مسیح در هر کسی باشد، از آن مسیحه، مسیح به او زاده میشه، عیسی مسیح خداوند. من خیلی تجربه کردم، در توی خانم نور روشن میشه، خاموش میشه، روح خدا با هم صحبت میکنه. نه اینکه دروغ بگم، حتی بعضی کسا که میگن روح با ما صحبت کرد، اگر دروغ میگن دوست دارم دروغ نگن، حقیقت بگن. من چون خود شخص من روح چندین بار با من صحبت کرده، حتی شخص در کنارم بوده، روح خدا به من حتی همچنین در قلبم گفته به این شخص بگو، گفتم بهش، گفتم اینو بنویسش در این تاریخ، یعنی 6 ماه آینده اتفاق بزرگی خواهد رخ داد.
گفت این چه چیزیه که تو به من میگی؟ گفتم اگر رخ نداد بس من عیسی مسیح یعنی دروغه، یعنی خود ما دروغه. این الهام روح القدس به من برادر حسین علی. من برادر عزیزم محمد جان بسیار تشکر، آوازتون بسیار کنده می شد و اما واقعا روح خدا که تیما صحبت می کنه، روح خدا واقعا هر روز که تیما صحبت می کنه، اگر ما به خدا گوش بتیم، اگر ما خدا فروتن بکنیم، اگر ما به کلام او روی بیاریم. برای ما مهمترین چیز محمد جان ایست که ما کلام مقدس خدا را بشنویم. کلام خدا برای ما به کاملیتش است. هر چیزی که خدا برای ما داده و میخواهد که کتی ما صحبت بکنه، از طریق کلام خود کتی ما واقعا صحبت میکنه، چون خداوند هر چیز برای ما داده. ما نیاز به چیزهای دیگری نداریم. و اما قسمی که برادر عزیز ما شعیب جان هم گفتن در مورد معجزات، اگر ما از خداوند معجزه میخواهیم و فرض کو اگر خداوند معجزه خدا پوره میکنه در زندگی ما، ما معجزه های دیگه میخواهیم. خداوند معجزه کردن در زندگی ما ای کاملا خوب است، و اما خواستن ای که ای خدا اگر تو ایطور بکنی من ایمان میارم. و واقعا اما قسمی که خودتان هم گفتین، ما نباید دروغ بگوییم، ما نباید یک چیزی را بسازیم، باید متوجه باشیم که خداوند برای ما هر چیز خدا پوره داده، هر چیز خدا کامل داده. و کلام خدا ای را بسیار واضح میکنه برای ما، کلام خدا این را بسیار واضح میکنه. اگر ما فصل 13 همه رساله اول قرنتیان بخوانیم، در اوج نوشته است اما با آمدن کمال، یعنی کمال چیزی که پوره به دست ما داده، هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. موقعی که طفل بودم طفلانه حرف می زدم و طفلانه فکر می کردم و دلیل می گفتم، حالا که بزرگ شدم از روش های طفلانه دست کشیدم. آنچه را اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. یعنی زمانی میآید که ما خداوند را روی بر روی میبینیم، و اما هر چیز آل تیره و تار ما میبینیم. خداوند تمامی مکاشفه خود برای ما داده، چیزی که در آینده میشه و چیزی که قبلا شده، تمامی کلام خدا برای ما داده. کلام خدا، خداوند هر چیز خود برای ما داده. و لازم است برای مسیحیا، برای مؤمنین عیسی مسیح که کلام خدا را بخوانند و هر چی که کلام خدا میگه مطابق اون زمو تمامی نبوت های خدا انجام بتن. نبوت به صورت کامل برای ما داده شده، و ما دعا میکنیم که خداوند تمامی ما را کمک بکنه تا که ما قلب مسیح را برای زندگی خود پی ببریم. تلفن دیگر را میگیریم. از علی جان از ایران زنگ زدن. علی جان خسته نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. سلام برادر من. سلام، سلام برادر عزیز من، بفرمایین، روی خط هستین. برادر حسین اندریا فرزند خدا، شعیب فرزند خدا، روحی که در تو هست در من هم می باشد. خدا را شکر می کنیم. یک روح می باشد. آنچه که درون تو به سخن جاری کردی در من و فکرهای من به سخن جاری می کنم. از دنیا سخن گفتی، ثروت ظاهری آن. بدانیم که ما فرزندان خدا در یک روح زندگی می کنیم. هللویا. اطاعت می کنیم از فرمان خدا. به نام عزیزش عیسی مسیح پسر زنده خدا. تو آنجا، من اینجا، در قلب ایران، ایران زمین سخن میگم، فرزند خدا علی هستم. اما پیام من این نیست که صورتی نشان دهم، خودم را رهبری بدانم، هرگز، یا جای خادمین دیگر قرار بگیرم، یا جای اسقف اعظمی را بگیرم، یا جای پاپ اعظمی را بگیرم، هرگز، یا اینکه جای حاکمین قدرت‌های زمین به خصوص ایران را بگیرم، هرگز و هرگز هرگز. به نام خدای حقیقت و راستی، به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، به نام خدایی که محبت بی‌نهایتش را در صلیب یگان فرزندش
که به خون خود دوستش جاری شد و انجام رساند تا محبتش را به بندگانش به اثبات برساند. که هر کس به عیسی مسیح پسر زنده خدا ایمان آورد هرگز هلاک نشود بلکه حیات جاودان یابد و حقیقت و راستی او را از هر بند و زنجیری آزاد خواهد کرد. خوشا به حال من و برگزیدگان خدا و ایمان دارم به کلام خدا در عیسی مسیح پسر زنده خدا که وفادار هستند و میمانند و میمانم و در این قرن حاضر که زندگی میکنم، نفس میکشم، سخن میگم، حقیقت ما را آزاد کرده است که هرگز آرزو نمی کنم که در زمان پیامبران حقیقی خدا باشم یا بودم، چرا اینکه امروز نسل خالق خود هستم نه غیر و از او هدایت میشوم. در نور پرجلالش به نام عیسی مسیح پسر زنده خدا، ای تاجران و حکومت‌های سرزمین ها که به تجمل دنیا ثروتمند شده اید که در آنجا فساد گناه واقع است و به بت پرستی روی آورده اید، به مرد پرستی روی آورده اید که در آن شهر و سرزمین زیبا تلفون برادر عزیز ما قطع شد متاسفانه، باز کوشش میکنیم. برادر عزیز تلفونتان متاسفانه قطع شد و اما چقدر یک پیام خوب گفتین شما برادر عزیزم علی. واقعا کسانی که در مسیح هستیم ما فرزندان خدا هستیم و چون ما فرزندان خدا هستیم پس مسئولیت ما هم عمو قسم پر از وزن هست، بسیار گرنگ هست مسئولیت ما. تا ما امی پیام حیات بخش، پیامی که بارهای مردم از سبک بکنه برای مردم برسانیم، پیام انجیل حیات بخش که واهم نجات بیافن. واقعا دولت ها و کشورها و سیاست ها و این چیزها حل نمیتونه مشکلات ما رو، فلسفه انسانی نمیتونه که مشکلات ما رو حل بکنه. تنها مسیح، اما قسمی که علی جان شما فرمودین، تنها عیسی مسیح پوره میکنه، تمامی مشکلات ما رو حل میتونه. شعیب جان بفرمایین برادر عزیزم. بله، تشکر از دوستای ما، واقعا کمک کردن ما رو هم در این مورد موضوع امروز. دوستا از این کلام خدا که ما خواندیم فقط سه درس را میگیریم. اول این که درس اولی است که اعمال ما هیچ وقت ما را به خداوند نمیرسانند. اعمال ما هیچ وقت ما را به دوزخ یا جنت نمیرسانند. ما اعمال ما مثلا فرض میکنیم شما اگه فکر کنیم امروز یک کار خوب کردین شما به جنت میرین، نه خیر، نه، ما فقط از طریق رحمت خداوند است، از طریق رحمت و بخشش خداوند است که ما میتونیم به جنت بریم. و دوم هم ظاهر ما، ظاهر ما هیچ وقت تعیین کننده زندگی ما نیست، زندگی ابدی ما. مثلا امروز اگر ما امروز کالای خوب پوشیدم با ایمان است که به جنت میره، مثلا اما طور که ثروتمند این کالای خوب میپوشید هر روز اما او به جنت نرفت، ظاهر ما هیچ وقت تعیین کننده زندگی ما نیست، تعیین کننده از این نیست که ما به جنت میریم یا به دوزخ. همچنین مذهب دوستا، مذهب ما، مذهب نمیتونه ما را به جنت و دوزخ ببره، به خاطر از اینکه مذهب همیشه در طول تاریخ مذهب همیشه میگه که این کارا بکو این کارا نکو، این کارا بکو این کارا نکو، اگه این کارا کنی تو به جنت میری، اگه این کارا نکنی به دوزخ میری. اما رحمت خداوند بیشتر از همه چیز هاست، بیشتر از اعمال ماست، بیشتر از مذهب ماست و بیشتر از ظاهر ماست، چون خداوند ما را همه را دوست داره. پس سوال در اینجا است که چی میتونه زندگی ما را تعیین کنه؟ بله، زندگی ابدی ما را. بله. آرزوی قلبی ما. بله. آرزوی قلبی ما به چی معناست؟ اینجا ما در رومیان فصل 10 آیه های 9 و 10 بر شما دوستان میخوانم. بفرمایید. در رومیان ما اینطور میخوانیم، میگه زیرا اگر با زبان خود اقرار کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات میابی. بله. زیرا انسان با دل ایمان می آورد و عادل شمرده می شود. بله. و با زبان خود اقرار می کند و نجات می نجات می آفد. آیه 11 هم می خوان نوشته شده است، هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. دوستا ببینین کلام خداوند در اینجا بر همه ما، چی به کسایی که ثروتمند هستند یا پولدار هستند و چی کسایی که غریب هستند. بله. بر همه، چون خداوند همه را یکسان دوست داره، بر همه میگه که چی میگه؟ اینجا گفته زیرا اگر با زبان خود
ما با زبان اقرار میکنیم که عیسی مسیح خداوند است و در دل خود ایمان داریم، قلب خود. این آرزوی قلبی ما است که ما را به جنت میرسانه. آرزوی قلبی ما است. اما تو عیسی مسیح میگه که اول شما پادشاهی خداوند را جستجو کنید. در زندگی خود هم بسیار امروز در امی زندگی به فکر ازی هستن چطور بیشتر پولدار شوند، چطور یک مقام بلندتر بگیرن، چطور شهرتشان زیاد شود. اما ما او فقیر دیدیم که او فقیر به فکر مقام بلندتر نبود، او فقیر به فکر ازی نبود که پولدار شود. او فقیر هر روز احتیاج خود را به خداوند میدید و می خاطر، یعنی آرزوی قلبی فقیر ای بود که خداوند را دوست داشت. و امروز او هم امراه ابراهیم یک جایش است. برخلاف ثروتمند هر روز در فکر ازی بود که چطور ثروت بیشتر پیدا کنه، چطور یک خانه یک کس دیگر بگیره، چطور زمین و مال یک کس دیگر بگیره. و او را امرای هیچ کسی او تقسیم هم نمی کرد، غریبا را کمک نمی کرد. ما در چور در کلام خدا گفته نشده در این مورد، اما او به جنت نرفت. یعنی آرزوی قلبی از او به طرف پول بود. امروز دوستا ما از دوستای خود هر کجایی که هستین، چه معتبر هستین، چه غریب هستین، چه فقیر هستین، یا چه هر زندگیی که دارین، امروز کلام خدا میگه که ما چی کنیم؟ قلبن از قلب خود به عیسی مسیح ایمان بیاریم که او نجات دهنده است. و در ضمن دوستا در آیه آخر ما خواندیم قبلا در لوقا خواندیم که گفت که کسی را بیارین که از بعد از مرگ زنده شده باشه. و در اینجا میبینین یعنی امو معجزه را خداوند هم امو معجزه را امروز بر همه مردم دنیا نشان داد، به خاطر از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیارن که عیسی مسیح پس از مرگ زنده شد. آمین. و نجات میابی. نجات تنها دوستا در عیسی مسیح است. چرا؟ به خاطر از اینکه او آمد معجزه کرد. اما بزرگترین معجزه عیسی مسیح ای بود که او در چوبه دار در صلیب به خاطر گناه های ما کشته شد و در روز سوم زنده شد. و کلام هللویا خداوند میگه که تنها نجات در امو است، نجات مییابی، زیرا انسان با دل ایمان میآورد و عادل شمرده میشود و با زبان خود اقرار میکند و نجات مییابد. هللویا. و در اخیرش دوستا در 11 هم گفته هر کی به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. ببینید بسیار بسیار از بخاطر چی؟ به خاطر از اینکه همه شرم ما را عیسی مسیح گرفت. امروز عیسی مسیح افتخار ما هست. و ما دیگه خجل نمیشیم. خجل یعنی به این معنا که دیگه ما شرم نداریم، نه از کلام خدا شرم داریم و نه از این که ما اعتراف میکنیم که ما به عیسی مسیح ایمان داریم. هللویا. امروز ایماندارا در کشور ما افغانستان و در ایران دوستا شاید بسیار پول و پیسه ما تو گفتین نداشته باشن، حتی بسیاری شاید مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارن. ما هم امروز که در اینجا زندگی میکنیم پول و پیسه بسیار نداریم نسبت به مردم از اینجا. بله. ولیکن خدا را شکر میکنیم که ما چی داریم؟ ما نجات داریم. عیسی مسیح را داریم. عیسی مسیح را داریم. ما او هر روز ما را قوت میده. مشکلات هم داریم. همه ایماندارا امروز، چرا خداوند ایماندارای افغان یا ایرانی را یا تاجیکی را اونا مشکلات را برشان اجازه میده؟ به خاطر از اینکه اونا پخته تر میشن و در مشکلات اونا بیشتر ما با خداوند نزدیکتر شده میریم. آمین. وقتی ما عیسی مسیح ایمان داریم، او همه چیز ما است و ما را کمک میکنه. امروز دوستا اگر شما تا به حال فکر میکردین که پول شما را به خداوند نزدیک میسازه یا مقام و جا و جلال به خداوند نزدیک میسازه، یا اینکه شما فکر میکردین اگر کس را بشناسین، یا اگر فکر میکردین که کدام مقام مذهبی دارین او را به خداوند نزدیک میسازه، مطابق کلام خدا دوستا یگانه چیزی که ما و شما را به خداوند نزدیک میسازه او ایمان قلبی ایمان. و خداوند و به عیسی مسیح است. هللویا. ما از دوستای ما، از بینده های ما خواهش میکنم دوستا که مطابق کلام خدا امروز همه چیزهایی که دارین شما یک طرف بگذارین و قلبا به عیسی مسیح ایمان بیارین، ایمان بیارین و در زبان او را اقرار کنین. با ما هم اطلاع بتین، ایمیل بتین یا تلفن کنین، ما خوش میشیم دوستا. ما دعا میکنیم که خداوند همه ما را امروز کمک کنه. آمین آمین. شعیب جان بسیار 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 به مقبولی ای حصه کتاب مقدس شما امروز برای وطن‌دارای عزیز ما پیام بسیار زوراور به گفته پشتو زبان‌ها برادرای و خواهرای عزیز ما گفتین. واقعا بسیار پیام پرقدرت بود. تنها عیسی مسیح میتونه که ما را کمک بکنه. شعیب جان خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم و بسیار بسیار تشکر. تشکر از شما هم و این دهایتان. خداوند حافظتان باشه. بسیار تشکر.
وطنداره عزیزم، واقعا برادر شعیب پیام بسیار امی پیام بسیار به یک مقبولی آورد. امو یک مثال است که پول و دارایی نمیتونه که آخرت بخره. ما میخواییم بگویم که پول و دارایی نمیتونه حیات جاویدانه بخره. چیزی که حیات جاویدان خریده میتانه برای ما حتی از خود ما بیرون نمیشه، بلکه از عیسی مسیح که او آمد و ما تنها ایمان بیاریم به او. ما یک دعای ریزه میکنم. برادر علی و برادر سعید باز هم روی خط هستن، از تلفن‌هایشان هم میگیریم. تنها یک دعای ریزه، اگر شما به عیسی مسیح ایمان ناوردین، فقط یک دعای بسیار ساده را میتانین و از صدق دل، البته از صدق دل به عیسی مسیح ایمان بیارین. ما نمیتونیم که با کوشش های انسانی خود نجات بیافیم، و اما عیسی مسیح میتونه که ایره برای ما انجام بده. او خونبهای آزادی ماست. فقط ایمان بیارین که خداوند من گناهکار هستم، از گناه های خود توبه میکنم، واقعا توبه میکنم ای خداوند، و ما به حضور تو میاییم و ما ایمان داریم که عیسی مسیح خداوند است که به خاطر ما به صورت انسان در این دنیا آمد و حتی به خاطر ما او زجر کشید، شکنجه دید و بر صلیب مرد، دفن شد، در روز سیوم از مردگان برخواست، و من ایمان میارم که او یگانه منجی و او خداوند ما است. به نام مقدس خداوند عیسی مسیح من ای دعا را میکنم و دعا میکنم که عیسی مسیح داخل قلب من امروز بیاید. آمین. بسیار یک دعای ساده. اگر از صدق دل بکنیم خداوند ما را نجات میده. بازم خدا را شکر میکنیم. تلفن میگیریم. از سعید جان روی خط هستن و از ایران زنگ زدن. سعید جان خسته نباشین، بفرمایین، لطف کردین تلفن کردین، روی خط هستین. سلام برادران نیاز، خدا به شما برکت بده. خداوند به شما برکت بده. سعید جان بفرمایین، چیزی گفتنی داشتین؟ ممنون، سلامت باشید. متشکرم برادران نیاز. میخواستم یک مسئله رو یادآوری کنم. بله. میخواستم اگر لطف کنید در زمینه اینکه جایگاه تعالیم اخلاقی و فرقشون با شریعت، این رو اگر یک توضیح بدید. بر بعضی از دوستان ممکنه این سوال پیش بیاد که مسائل اخلاقی که در کتاب مقدس، در انجیل بهشون سفارش شده، دروغ نگویید، زنا نکنید، این جور تعالیم، بعضی ها فکر میکنن که این مثلا یک تناقضی هست و فکر میکنن که خب خداوند عیسی مسیح روی صلیب رفت که شریعت برداشته بشه، پس اینها، این دروغ نگویید و اینها رو بعضی ها فکر میکنن که ارتباط داره، یعنی فقط همون شریعت هست. میخواستم اگر ممکنه در این زمینه یک توضیحی بدید که بسیار مشخص بشه که این جور مسائل اخلاقی و تعالیم اخلاقی جایگاهشون در مسیحیت کجا هست. بله. اگر این رو لطف کنید توضیح بدید از شما سپاسگزارم. بسیار تشکر سعید جان، بسیار تشکر از این سوال بسیار خوبید، از این چیزی که موضوعی که بسیار واقعا لازم است که بالایش صحبت کنیم، و ما در برنامه های آینده حتما بالای از این مفصل تر کوشش میکنیم صحبت بکنیم، و ما این را نوت میکنم که ما این سوالتان حتما در موردش در برنامه های آینده هم صحبت میکنیم که شریعت خداوند کامل است. چیزی که در عهد عتیق است کامل است. یگانه علتی که ما میگیم از طریق شریعت ما نمیتونیم نجات بیافیم ایست که ما به معیار شریعت نمیتونیم برسیم، ورنه شریعت خدا کامل است. شریعت خدا مثل یک آینه مقدس است که ما روی خود میبینیم دهیش و میبینیم که ما واقعا مقدس نیستیم. پس چون ما مقدس نیستیم به خدا رسیده نمیتونیم، خداوند به ما میرسه. و اما در کلام خدا برای ما گفته شده کاملا چیزهایی که در عهد عتیق است، پاکیزگی، قدوسیت، تمامیشه، ما حمل میکنیم و میاریم به عهد جدید. در عهد جدید برای ما گفته که دروغ نگوین، شراب نخورین، زنا نکنین و پاک دل باشین. و در کلام خدا برای ما حتی ایتو میگه، پولوس رسول میگه که آیا شما نمیفهمین که بدن شما خانه مقدس خداست؟ پس ما بدن ما در ما چیزی که در وجود ما هست همه متعلق به خداست. پس ما باید قدوسیت خدا را از زندگی خود جاری بکنیم. پس اگر یک مسیحی، ما تماما در دنیای گناه هنوزم قرار داریم، از ما هنوزم خطاها سرزد میشه، گناه سرزد میشه، و اما ما کوشش میکنیم که همیشه پیش خدا بریم و توبه بکنیم و از همیشه پیش خداوند بگوییم خدای تو مرا ببخش. ما نباید دروغ بکنیم، ما نباید کارهایی را بکنیم که به جای خداوند
ما شیطان جلال بدیم. زندگی مسیحی بر جلال دادن شیطان نیست، بلکه زندگی یک مسیحی بر جلال دادن خداست. نه تنها جلال دادن، بلکه نور عیسی مسیح را، جلال عیسی مسیح را از زندگی خود بر مردم بخش کردن است. زندگی مسیحی است. خداوند شکر میکنیم، بسیار تشکر از تلفنتون برادر عزیز. ما میخواستم که یک وبسایت برای وطندارای ما معرفی کنم و در قسمت آخر برادر علی هنوزم منتظر هستن، تلفنشان رو میگیریم فورا. علی جان، برادر عزیزم، میبخشین تلفنتون قطع شد، برنامه ما هم به آخر رسیده، و اما لطف کنین بفرمایین. هلو هلو برادر علی، روی خط هستین، بفرمایین. برادر حسین، صدای من میاد؟ بله بله، بفرمایین. خیلی کم وقت داریم علی جان، لطف کرده یک دقیقه بفرمایین. بله، کوتاه میکنم. به کوری چشم شیطان. بله. کلام من به اتمام خواهد رسید. ای تاجران و حکومت های سرزمین ها که به تجمل دنیا ثروتمند شده اید، که در آنجا فساد و گناه واقع است و به بت پرستی روی آورده اید، به مورد پرستی روی آورده اید، که در آن شهر سرزمین زیبا که در آن ثروت الهی جاری است به خوشگذرانی و شهوترانی مشغولی، همان گونه که شهر بابل پیام خدا را شنید به طاعت ننمود با خاک یکسان شد، بدانید پیام در نور الهی را به نام قدوس پسر زنده خدا عیسی مسیح را، نام پرجلالش که خداوند پدر نور عالم را به جهان فرستاد، نپذیرفته اید برای آنانی که نمیپذیرند و باور نکردند، با یاران خدا دشمن شده اند، که خدا صدای بندگانش را میشنود، آنانی که تنها خدا را صدا میزنند نه غیر. بدانید که من فرزند خدا هستم، اعلام میکنم معبد خدا را در قلب‌های فارسی زبانان در سراسر زمین نورافشان می‌بینم. به ستارگان آسمان شب فرزندان خدا افزوده می‌شود. آمین. ستارگانی که خدا بر ابراهیم وعده داده بود که نور عالم یعنی عیسی مسیح پسر زنده خدا و تک تک فارسی زبانان در سراسر زمین وارد قلب و زندگی آنان می شود و حقیقت و نجات ابدی از سوی خدای پدر بر آنان مخشوف می شود. آمین. 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 بسیار تشکر، بسیار تشکر برادر عزیزم علی جان. خداوند شما را برکت بده، وطندارای عزیزم خداوند شما را هم برکت بده. متاسفانه نتونستم این وبسایت را برای شما معرفی کنم، در برنامه آینده حتما ما این وبسایت نو برای شما معرفی میکنم. خداوند شکر میگیم. و برادر سعید، همون قسمی که شما هم ذکر کردین، واقعا ما باید مسیحیا، خداوند ما را آزاد کرده، آزادی داده، و اما آزادی ما با مسئولیتی که زندگی خدا وقف جلال خدا بکنیم هست. خداوند شما را برکت بده، فیض خداوند با شما باشه. تا روزی پنجشنبه بخیر باز ملاقات میکنیم. دروز بعد خداوند حافظتان. آمین. یارم مسیح در هزاران عزیزم مسیح، تنها حالیم تویی ای مسیح، تنها حالیم.